بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اهلا و سهلا لمتابعین الکرام، نتمنى لكم اطیب الاوقات و اسعدها. آرزوی بهترین اوقات و زیباترین اوقات را برای شما عزیزان داریم. خوش آمدین همراهان عزیز برنامه به برنامه امروزیتان. و اما رسیدیم به تمرینات درس 25 به تمرین ششم شما عزیزا رسیدیم که وعده کردیم نکته تمرین را سر تخته برای شما عزیزان توضیح بتیم. دقت کنین عزیزان، موضوع تمرین شما چوکی یا کرسی است که برای حمزه باید در نظر بگیریم. حمزه‌ای که در آخر کلام می آید، اگر چیزی بهش متصل شود مجبور است که بالای یک چوکی و کرسی قرار بگیره. اگر حمزه ما که در آخر کلام هست، مثلا بناء میبینین که حمزه در آخر کلمه آمده است، اگر حرفی و یا اسمی به او اضافه شد مجبور است او حمزه بالای یک چوکی قرار بگیره، دارای اعتبار میشه و چون معتبر میشه بالای چوکی باید بشینه. خب اگر در موضع رفع بود اون حمزه ما، مثلا کلمه ما قسمی در کلام قرار گرفته بود که باید مرفوع می شد، در اون صورت وقتی در موضع رفع قرار گرفت کلمه که حمزه در آخرش هست، کرسی و چوکی که انتخاب میکنه او هست، واو هست، درست است؟ اما اگر در موضع جر بود، چوکی و کرسی که بر خود انتخاب میکنه یا هست. بنابراین بناؤهو دلیل انتخاب ای چوکی و ای کرسی مناسب و خاطری است که نقش رفعی دارد یا در موضع رفع است، و دلیل انتخاب ای چوکی در این موضع که در موضع جر هست به خاطری است که مجرور شده به حرف جر. بنابراین این تمرین اشاره به همین نکته داره که وقتی شما کلمه ای که در آخرش حمزه هست به چیزی اضافه میشه، حتما باید حمزه ما بالای یک کرسی قرار بگیره و او کرسی را ما با توجه به موضعی که قرار داره انتخاب میکنیم. دقت کنیم به تمرین کتابتان. تأمل المثال ثم اکمل البقیه. تأمل بکنید در این مثال و سپس بقیه موارد را کامل کنید. بناء المسجد، ما میخواییم مسجد را حذف بکنیم و ضمیر مناسب قرار بدیم. بناؤهو، و چون مبتدا هست و ادامه کلام در کنارش قرار میگیره در موضع رفعی هست، شده بنا اوهو که چوکیه او را یا واو را انتخاب کرده. اما اگر مثلا در کلام قسمی قرار بگیره که فی قبلش بیایه، حرف جاره قبلش بیایه، میبینیم که چوکیش فرق کرد، چوکیه یا را انتخاب کرد، فی بنا اهی. با توجه به دقت و تأملی که کردین دیگرها رو به راحتی میتونین حل بکنین. ردا اوهو، ردا حمزه داره، رجل را حذف میکنیم، هم او را میانیم ردا اوهو، درست شد؟ فنا اوهو، لقا اوهو، ادا اوهو، در تمام اینها چوکی حمزه ما چوکی واب هست. اما اگر فی بر سرشان بیاریم چوکی ما فرق میکنه، فی ردا اهی، فی فنا اهی، فی لقا اهی و فی ادا اهی. از تمرین ششم شما عزیزان. تمرین بعدی محاوره است و محاوره ما همیشه تاکید میکنیم که یک زمیل یا همسنفی و یا دوست برای محاوره انتخاب بکنیم تا تلفظ کلمات و جملات عربی برای شما آسان‌تر شود و بتونید به راحتی جملات را ادا کنید. هل تستطیع ان تکتب عنوانک، آیا تو میتوانی که بنویسی نامت را؟ خب اینجا تستطیع فعل مضارع صیغه هفت است، یعنی مفرد مخاطبه، مفرد مخاطب. اینجا باید جواب را شما با متکلم بتین، درسته؟ نعم استطیع کتابته، بله می توانم نوشتن چی را؟ عنوان را، نام خودم را بلدم بنویسم، می توانم نوشتن کتاب عنوانم را. اين تعلمت الكتابه يا اخي، کجا یاد گرفتی تو نوشتن را ای برادرم؟ تعلم تو، ببینین فعل فرق میکنه در جواب. تعلم تو اینجا فعل، فعل ماضی هست صیغه هفت و اینجا صیغه 13 متکلم وحده جواب میتیم.
همیشه از صیغه 7 که پرسان بشه جواب ما با صیغه 13 هست. کجا آموختی؟ کجا یاد گرفتی؟ آموختم آن را، کتابت را در مدرسه، نوشتن را در مدرسه آموختم. به ماذا تکتب؟ به وسیله چه چیزی می نویسی؟ اکتب بالقلمه، می نویسم به واسطه قلم. ما فائدت العلم؟ چیست فائده علم؟ بهی به واسطه علم یعرف الانسان حقه و حق غیره، می فهمد می شناسد انسان حق خودش را و حق دیگران را. کسی که علم بیاموزد حقوق را بهش آشنا میشه، هم حقوق خودش را و هم حقوق دیگران را، و در سایه رعایت حقوق جامعه ما رشد پیدا میکنه، روابط اصلاح میشه و زندگی ها به خوبی پیش میره. خب اما تمرین هشتم اما تمرینی است که گفتم درش افعال و تفضیل آمده و مفصلا راجبش گفتیم بحث میکنیم. مختصری هم در ابتدای درس قبلی، جلسه قبلی در ابتدای درس هم بهش اشاره کردیم که افعال و تفضیل بر وزن افعلو میآیه، درست است؟ و اگر در کنارش مضاف الیه قرار بگیره در معنایش ترین لحاظ میشه. مثلا مثال را دقت کنیم. عاصم احسن و تلمیزن فی المدرسه. عاصم اسم یک بچه است. عاصم بهترین دانش آموز در مدرسه است. حالا شما حقیبه را در این در مثال جمله بسازین باش و اجملو رو بیارین در کنارش. چی میشه؟ حقیبتی اجملو حقیبتن مثلا فی البیت، در خانه ما بیکمه از همه زیباتر است. بیکمه زیباترین بیک است در خانه، درست است؟ یا مثلا فی المدرسه. با احمد و اکبرو جمله بسازیم. احمد اکبرو تلمیزن فی الصف، یعنی احمد بزرگترین دانش آموز است در سنت. بیتی و اصغر باش جمله بسازیم. بیتی به معنای خانه من. بیتی اصغر و بیتن فی شهر، خانه من کوچکترین خانه هست در مدینه. فی المدینه، مدینه در عربی میشه شهر. نعمان و اطول، چه جمله بسازیم باش؟ نعمان اطول ولدن فی المدرسه. نعمان بلند قد ترین پسر هست در مدرسه. الدرس الاول اسهل. الدرس الاول و اسهل و درس فی الکتاب. درس اول ساده ترین درس است در کتاب. و ما ثروت لغویه که حتما از آخر کتاب، از قاموس لغات کتاب تان استخراج کردین، از وسایل تعلیم هست، از وسایلی است که برای تعلیم نیاز هست. کتاب را میفهمین کراسه یعنی چی؟ درست است. کتابچه اضاءه و رادیو میگن، تلفاز تلویزیون. سبوره را حتما میفهمین، سبوره به معنای تخت پاک. مجله هم به معنای مجله، جریده هم همون جریده است که ما هم جریده میگیم برش. و میفهمیم که خیلی از کلمات عربی در زبان دری ما هم استعمال میشه، ما جریده رو جریده میگیم. معجم به کتاب لغت میگن که برای استخراج معنا بهش مراجعه میکنیم. اینترنت هم که همون اینترنت است. و مسجل به معنای کسی که سجل و ثبت میکنه، ثبت کننده. واجب المنزلی رم توضیحش هم میتونم عزیزا در خانه حل کنیم حتما، و درس جدید را با هم شروع میکنیم. جملات زیر را با کلمات مناسب از آنچه که از داخل قوس میآید تکمیل بکنین. 6 کلمه داده و 6 جمله با توجه به معنایش که خیلی آسان هست، شما حتما این را میتونین تکمیل بکنین. و ای از درس 25 شما عزیزا و درس جدید را شروع میکنیم چون فرصت ما کم هست. الدرس السادس و العشرون، درس 26 که یک سرود هست عزیزان. سرود را خوب است حفظ بکنین انشاءالله، بسر لینه های صبحگاهیتان
حتما بخوانیم دست جمعی. ان نشید و یا اله العالمین، سرود یا اله العالمین. اشترک خالد فی تابور صباحی، تابور یعنی برنامه لین صبحگاهی. اشتراک کرد خالد در برنامه لین صباحی یعنی صبحگاهی. و انشده فعل ماضی باب افعال، و خواند سرود یا اله العالمین را به صوت جمیل با صدای زیبا. و پس اعطا کرد او را المدیر، مدیر چه چیزی را اعطا کرد بهش؟ یک جایزه. اعطا هم دو مفعولی هست، جلسه قبلی هم چند فعل دو مفعولی را با هم خواندیم. عطا کرد او را مدیر جایزه. سرود ما چی هست؟ دقت کنیم. یا اله العالمین، ای پروردگار جهانیان. یا مجیب السائلین، ای جواب دهنده درخواست کنندگان. حب فعل امر است، جلسه بعد تمرین هایی را توضیح میتونم براتون. ببخش لنا به ما، منک از طرف خودت، رشادن و ثباتن و یقینا، هدایت و راهنمایی کن ما را، ببخش هدایت و راهنمایی و آرامش و یقین و باور، و ما این سه چیز مهم را عنایت کن و ببخش. رب خدایا، این در واقع ربی بوده، به جهت قافیه شعر یایش حذف شده. خدای من، جملنا، جمل فعل امر است، دفعه بعد توضیحش میتیم. زیبا کن ما را به نور علم، وحدنا و هدایت کن ما را هم در دنیا و هم در آخرت. وهمنا، وهمنا به معنای چی است؟ نگهدار و اهمه بوده در واقع. نگهدار ما را من کل سوء، از هر بدی. وانشر الخیرات فینا، و نشر کن، انتشار کن خوبی ها را در بین ما. چه تعبیرهای زیبایی هست این سرود. و امنه الاسلام عزا، و عطا کن به اسلام عزت. یبعث النصر المبینا، و برانگیخته کن یاری آشکار را در بین ما. یا اله العالمینا، یا اله العالمینا، ای پروردگار جهانیان را تکرار کردند. خب کوشش کنیم این شعر را بارها بخوانیم و حفظ شویم. محتوای خیلی زیبایی داره و از خدایی تمناها و خواهشها را در دعاهای خودتان داشته باشید. ما هم برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدار شماست.